در قسمت قبل و در توضیح برند ارج، نساجی مازندران و آزمایش دیدیم که یعنی در سال 57 شرکت ارج تبدیل شده بود به بزرگترین کارخانه صنعتی در کل خاورمیانه. یعنی در سال 57 هم برای این کارخونه یهو ورق برگشت، این کارخونه مصادره شد. مسئولین زحمتکش دولتی بعد از انقلاب برای خدمت صادقانه در این کارخونه همه صف بسته بودند. اکثر مدیرانی که از جن خوب بودند. مبادا فکر کنید این مدیران زحمتکش به خاطر درآمد بالای این شرکت مدیر. الان هم در جریان خصوصی سازی این کارخونه با آقای محسن رضایی فروخته شده و از زمین و سوله این شرکت برای چرای گوسفندان و انبار کاه و یونجه استفاده می آوردن و این آغازی شد بر پایان این کارخانه. قسمت دوم، کفش بلا، توریپرس و پارس الکتریک. نباشید. سه، کفش بلا. اگه ایرانی باشید به احتمال زیاد اسم کفش بلا رو حتما شنیدید. یک زمان کفش بلا با کفش ملی و کفش وین، سه تا برند برتر کیف و کفش در کل کشور بودن. برند کفش بلا تولد خودش رو مدیون یک خانواده است، خانواده امید حضور. خانواده امید حضور که اولش از یک زیرپله شروع به فعالیت در زمینه کیف و کف کرده بودند، کمی کار خودشون رو گسترش میدن. در سال 1341 یک خانواده ارمنی کفش بلا رو با سرمایه 3 میلیون تومان اون زمان به ثبت میرسونه، ولی چند ماه بعد امتیاز ثبت این شرکت رو به خانواده امید حضور میفروشه. خانواده امید حضور هم یک خانواده کاشانی بودند که به تهران مهاجرت کرده بودند و اکثر اعضای خانواده هم تحصیل کرده بودند و در ادارات دولتی مشغول کار بودند. این خانواده برای موفقیت در کار خودش ابتدا اومد روی سیستم توزیع و فروش کار کرد. یکی از برادران یعنی اسماعیل امید حضور در سال 1350 دکترای اقتصاد میگیره، اونم از دانشگاه کلرمونت کالیفرنیا در آمریکا. وقتی به ایران برمیگرده با مدرک دکترای اقتصاد میتونسته توی بهترین ادارات دولتی مشغول به کار بشه، ولی میره به کمک برادرای خودش و کفش بلا رو رونق دوچندان میده. شبکه فروش کفش بلا تبدیل میشه به یک شبکه فروش هوشمند. حتی در سال 1352 که هیچ کس نمیدونست کامپیوتر چیه، این شرکت توی سیستم فروش خودش از کامپیوتر استفاده میکنه. کفش بلا هم روزگار خوبی داشت، ولی بعد از انقلاب و در زمان وقوع جنگ 8 ساله ایران و عراق ورق بر میگرده. علت اصلی روند نزولی کفش بلا هم بیشتر واردات بیرویه کیف و کفش بعد از انقلاب بوده. الان هم که این کلیپ رو دارید نگاه میکنید، کفش بلا در اختیار یک بانکه که این بانک با استفاده از برند کفش بلا کفش‌های تولیدی شرکت‌های دیگر رو به مردم می‌فروشه. دو، توریپرس. نمی‌دونم یادتون میاد یا نه، یه زمان وقتی تلویزیون رو روشن می‌کردی، اون تلویزیون‌های قدیمی، یا چهره آقای حیاتی رو می‌دیدی که داشت اخبار می‌گفت، یا تبلیغات تلویزیون که اکثرا محصولات توریپرس رو تبلیغ می‌کرد. ولی بشنویم از سرانجام تلخ شرکت توریپرس. شرکت توریپرس یکی از شرکت‌های خانواده کارآفرین خسروشاهی بود. خانواده خسروشاهی یکی از خانواده‌های ثروتمند و البته تحصیل کرده و فرهیخته از بخش خسروشاه تبریز بود. صنعت و تجارت ایران تا حدود زیادی مدیون این خانواده است. شرکت‌های بزرگی مثل توریپرس، شرکت سرمایه‌گذاری البرز، شرکت تولید دارو، شرکت مینو و خیلی از شرکت‌های دیگه بخشی از اموال و دارایی‌های خانواده خسروشاهی هستند.
اکثر این اموال و دارایی ها که با تلاش شبانه روزی این خانواده به ثمر رسیده بود در اوایل انقلاب به بهانه های واهی از این خانواده گرفته شد. مثلا شرکت مینو که متعلق به آقای علی خسروشاهی بود در سال 59 با فشار احزاب مارکسیستی از مالک اصلی اون گرفته شد. حتی چند نفر از کارگران مارکسیست این شرکت مالک شرکت یعنی آقای علی خسروشاهی رو چند روز گروگان گرفتن و کتک و تهدید که باید کارخونه رو خودت تحویل بده به دولت. در نهایت هم به جای اینکه گروگانگیری‌ها محاکمه بشن، آقای علی خسروشاهی محاکمه میشه. در کیفرخواست آقای علی خسروشاهی ایشون به چی محکوم میشه؟ اگه گفتید در کیفرخواست آقای علی خسروشاهی ایشون به چی محکوم میشه؟ تغییر ذائقه مردم و ترویج فرهنگ آرایشی غرب از طریق تولید شیر خوش، لوازم بهداشتی و پفک. این جمله که گفتم از خودم نیستا، توی متن کیفرخواست ایشون اومده. حالا دیگه خودتون تا آخرش رو بخونید دیگه. شرکت تولید دارو در سال 1343 یک واحد تولیدی تأسیس میکنه به نام دترجنت و پودر لباسشویی دریا رو در این واحد تولیدی تولید میکنه. ولی بعدن که مردم ایران با فرهنگ بهداشت آشنا میشن و تقاضا برای محصولات بهداشتی بالا میره، این واحد تولیدی در سال 1352 به شهر صنعتی البرز در استان قزوین میره و اینجاست که تولیپرس به دنیا میاد. از جمله محصولات این شرکت اینایی که الان میخونم، اکثرش رو خودتون دیگه میشناسید: پودر لباسشویی دریا، پودر لباسشویی تک، پودر لباسشویی شوما، مایع ظرفشویی جام، مایع ظرفشویی آبشار، مایه نرم کننده لباس حاله، سفید کننده زودا و خیلی از برندهای تولید لوازم بهداشتی از زیر مجموعه های شرکت تولیپرس هستند. این شرکت بزرگ و معتبر تولید لوازم بهداشتی در خاورمیانه و آسیا در جریان مصادره های اول انقلاب مصادره میشه و مدیریت اون میفته دست یک سری افراد ژن خوب. نتیجه هم این میشه: با تلاش شبانه روزی آقایان ژن خوب، این شرکت 27 مرداد 1397 به خاطر مشکل تهیه مواد اولیه تعطیل میشه. البته بعدا اعلام میشه که این شرکت دوباره راه اندازی شد، ولی بعد از راه اندازی دوباره این شرکت فقط 4 روز کار میکنه و بازم تعطیل میشه. خسته نباشید. و اما یک شرکت پارس. قبل از معرفی این شرکت از شما خواهش که دارم اینه که این کلیپ رو از طریق واتساپ یا تلگرام یا هر چی که در دسترس دارید بفرستید برای کسانی که خودتون صلاح میدونید. بذارید دیگران هم بدونن که این آقایان ژن خوب چه بلایی به سر اقتصاد این مملکت آوردن. اگر لایک و کامنت هم بکنید که خب واقعا لطف میکنید. حالا بگذاریم. برای معرفی شرکت پارس اول این آقا رو بشناسیم. ایشون آقای محمد تقی برخوردار هستن، معروف به حاجی برخوردار. در ضمن ایشون معروف هستن به پدر صنایع خانگی ایران. ایشون اول وارد کننده باتری و تلویزیون بودند، ولی بعداً با زحمات شبانه روزی و از طریق نون حلال چندین و چند شرکت در ایران تأسیس میکنه. اولش شرکت قوه پارس. قدیما به باتری میگفتن قوه. بعداً شرکت پارس الکتریک و بعداً هم لوازم خانگی پارس. یک زمان 20,000 خانواده در ایران از طریق کار در کارخانجات این آقا زندگی می کردن. ایشون که اصالتاً از یک خانواده متدین یزدی بودن، در سنین جوانی صادرات پسته انجام می دادن. ولی بعدن که وارد صنایع الکترونیک می شن، با زحمات شبانه روزی
اول نمایندگی تولید محصولات الکترونیک رو از کشورهای مطرح دنیا مثل آمریکا و ژاپن می‌گرفتن و بعد از مدتی هم خودشون اون محصولات رو در داخل ایران تولید می‌کردن. از جمله شرکت‌هایی که ایشون تأسیس کردن میشه به اینها اشاره کرد: کارخانه‌های پارس توشیبا، پارس شهاب، پارس الکتریک، باتری پارس و لوازم خانگی پارس و و و و. در ضمن با کارخانجات معتبر زیادی در کل دنیا هم همکاری می‌کردند، از جمله توشیبای ژاپن و گروندیک آلمان. حتی یک زمان که خیلی‌ها نمی‌دونستن لپتاپ چیه، ایشون رویای تولید لپتاپ ایرانی رو هم در ذهن خودشون داشتن. ولی متاسفانه بعد از انقلاب 57 برای ایشون هم یهو ورق برمیگرده. اموال و دارایی‌ها و شرکت‌های این آقای واقعاً زحمتکش هم در جریان اول انقلاب مصادره و به آقایان ژن خوب واگذار میشه. یک جمله از ایشون در تاریخ به یادگار مونده. ایشون در جریان جلسه‌ای که با مهندس بازرگان داشته میپرسه: آقا ما چه گناهی کردیم؟ تعداد زیادی کارگر آموزش دادیم، تعداد زیادی مهندس استخدام کردیم و توی شرکت ما کار میکردن، آخه گناه ما چی بوده؟ الان هم با زحمات شبان روزی آقایان ژن خوب، مجموع کارخونجات ایشون تبدیل شده به متروکه. البته به تعبیر رئیس جمهور سابق که میگفت کارخانجات پارس تبدیل شده به لونه کفتر. این شش نمونه که گفتم نمونه‌هایی از مصادره اموال آدمای زحمتکش بود که البته به خود مصادره کننده ها هم وفا نکرد. کارخونجات دیگه‌ای هم داشتیم که در اول انقلاب مصادره شدند که دیگه در این کلیپ نام نمی‌برم. مثلا همین ایران خودروی خودمون که قبلا یک کلیپ درباره‌اش ساختم و آدرسش رو این بالا می‌گذارم که اگه خواستید نگاه بکنید. در اول انقلاب 57 فقط تحولات سیاسی در ایران رخ نداد، مجموعه ای از تحولات در سال 57 رخ داد. در این کلیپ هایی که آدرسش رو این پایین گذاشتم یک سری از اتفاقات اول انقلاب رو کامل توضیح دادم که بهتون پیشنهاد میکنم اگه خواستید از اتفاقات اول انقلاب اطلاعات نسبی داشته باشید، این مجموعه کلیپ هایی رو که این پایین گذاشتم از اول تا آخر همش رو نگاه بکنید، چون کلیپ هایی که آدرسش رو این پایین گذاشتم طبق اطلاعات موثق ساخته شده و ارزش دیدن داره. حتما نگاه بکنید. دیگه مزاحمتون نمیشم. در پایان این کلیپ هم مثل همیشه براتون آرزو میکنم که تا کلیپ بعدی رادیو تاریخ، نونتون گرم و آبتون یخ.